خب سلام به همگی، مهرانم از چنل یوتیوب سیلیسیوم. جلسه قبل اطلاعات این پروژه تودوز رو بردیم توی لوکال استوریج، حالا میخوایم اطلاعات رو از لوکال استوریج بخونیم و به وسیله جاوا اسکریپت در این قسمت نمایش بدیم. قبل از اینکه آموزش رو ادامه بدیم، یادتون رو که حتما ویدیو رو در یوتیوب لایک کنید، چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید، برای زنگوله بزنید. اگر سوالی داشتید حتما بپرسید، خودم در یوتیوب پاسخ میدم. و همچنین یادتون نره که دونیت کنید یا اینکه آموزش ها رو به دوستانتون معرفی بکنید. خود این معرفی و حمایت هاست که باعث میشه من ویدیوهای رایگان بیشتری رو در یوتیوب منتشر کنم. خب بریم ادامه آموزش. ما پروژه رو تا اینجا آوردیم بالا، میدونیم که توی لوکال استوریجمون یه سری دیتا ذخیره شدن که اگر مقدارشون نال باشه خودش میاد یه مقادیر دیفالت رو اد میکنه، وگرنه همون مقادیر سابق هست و میخوایم اینا رو اینجا نمایش بدیم. خب اولین کاری که باید بکنیم، ببینید اینجا ما یه دونه UL tag داریم که list group هست. بهتره که یه ID هم بهش بدیم، ندیدم مشکلی نیست، ولی بهتره که برای مدیریت پروژه این کار رو بکنید. یه ID میدم مثلا باشه todos list. خب و میام چی کار میکنم؟ میام در این قسمت یک فانکشنی رو میسازم که هر بار اون فانکشن اجرا شد بیاد اون قسمت تودوز رو یا کرییت کنه یا آپدیت کنه برام. پس یه دونه فانکشن میسازم، اسمش رو میذارم حالا کرییت تودوز، به این صورت که تودو هام رو میگیره، همینی که اینجا به این شکل تعیین شده، بیاد تودو ها رو بگیره و توی همین میگم یه متغیری رو تعریف میکنم تحت عنوان to do's list که بره از document، عجب چیزی نوشتم، بره از document.querySelector ID to do's list رو برام بگیره، همین جایی که اینجا میبینید. خب اینا رو گرفت. کار بعدی که من نیاز دارم انجام بدم اینه که بیاد همین to do's listی که داریم، یکم اوتو کامپلتش خوب نیست الان. خب همین تو دوز لیستی که داریم اون اینر HTMLش رو، خب من دیگه به اوتو کامپلیت سابلایم اعتماد نمی کنم، تو جاوا اسکریپت خودم می نویسم. اینر HTMLش رو بکنیم خالی. یه بار رفرش می کنم، حالا اینجا که اعمال نشد چون هنوز تابه رو صدا نزدیم، بذارید حالا همین تابه رو این پایینم یه بار صدا بزنیم. میبینید که همه اون تودو هایی که بود پاک میشه، هرچند که اینجا من میبینم که این لیست تگ ها رو اینجا دارم، ولی همه اینا به وسیله جاوا اسکریپت هست شد. خودم میخوام اینا رو بسازم. خب کار بعدی که میخوایم انجام بدیم اینه که یه دونه لیست تگ بسازیم با این مقدار حالا لیست گروپ آیتمی که اینجا میبینید. بعدش حالا بذارید اینجا من یه دونه کامنت هم بذارم، فانک to create or update todos list in UI. خب کار بعدی که میخوام بکنم اینه که به ازای هر تودویی که توی این متغیر دارم بیام چیکار کنم؟ یه دونه از این لیست تگ ها بذارم. خب این که میگم به ازای هر تودو بخوام این کار رو انجام بدم، پس باید از حلقه for each استفاده کنم. اینجا رو دوباره یه کامنت میذارم، میگم که create list tag for each to do و اینجا میگم حالا to do's dot for each و میام میگم که حالا اینجا بیاد چی بگه برامون، بگه که برای هر to do در حالا اون آرایی که داریم بیا چیکار کنه، یه دونه متغیر بسازه تحت عنوان لیست و یه دونه لیست تگ، همین لیست تگی که اینجا میبینید رو میخوام بسازم با این کلاس. پس میگم که document.create element یه دونه لیست تگ بسازه و همین لیست تگی که ساختیم یکم بالاتر کلاس نیمش چی باشه؟ باشه همین مقدار list group item، همین کلاسی که اینجا میبینیم. بعد داخل این لیست تگ دو تا تگ دیگه دارم، یکی اسپن همون کانتنت اصلیمون توش قرار گرفته، یکی هم یه دونه دیلیت باتنه که ایمیج تگ هست برامون. خب اینا رو هم بسازیم. پس میام اینجا میگم که یه دونه
پس مثلا حالا متغیر میسازم تحت عنوان کانتنت که همون اسپن کانتنتمون رو برامون بسازه. میگم create element، اینجا یه دونه اسپن تگ بسازه. همین حالا کانتنتی که اینجا داشتیم تکست کانتنتش یا اینر تکستش باشه، چه مقداری؟ همین مقدار تو دو، همینی که توی همین لوپ گرفتیم، مثلا شاپینگ، مثلا واچینگ، هر چی که هست بیاد این قسمت برامون قرار بگیره. بعدش هم یه دونه ایمیج تگ رو داریم که همون دیلیت باتممون هست. پس یه دونه متغیر دیگه هم میسازم تحت عنوان مثلا حالا دیلیت btn به این صورت و میگم که دوباره بیاد به هم بگه که document.createElement یه دونه img tag میسازم به این صورت. حالا این img اگر نگاه کنید یه دونه src داره که این مقدار هست، پس اینجا میام میگم srcش برابر باشه با این محتوا. بعد یه دونه ALT داره که مقدارش باشه delete icon، پس اون ALT رو هم اینجا میذارم به این صورت. یه دونه هم کلاس داره، کلاس float right، پس اونو هم اینجا میذارم، کلاس نیمش باشه float right به این صورت. خب اینم از این. فقط یه نکته مهم است، ببینید این اسپن تگ و img داخل این لیست تگ هست و این لیست تگ هم داخل UL. بریم این کار رو هم انجام بدیم. پس میگم یه کامنت بذارم اینجا، بگم append content and delete btn to li که اینجا میام میگم چی؟ li.append یه دونه اون کانتنت رو، خب کانتنت یه دونم دیلیت btn رو بیاد اینجا برام به این شکل اپن کنه. بعد خود این لیست تگ رو هم میخوام به همین مقدار تو دوز لیست اپند بکنم. پس اینجا هم میگم اپند کن برام الای رو تو لیست تو دوز لیست به این صورت. میگم تو دوز لیست دات اپند همین الای که داشتم. خب این کارا همه رو انجام دادیم و درسته. فقط یه مشکلی من، چون اینجا نوشتم img باید دیلیت btn بنویسم، حالا یه اشتباهی اینجا کرده بودم. بعد اینا رو هم نوشتیم، به نظر همه درسته. یه بار رفرش میکنم و میبینم بله هر دیتایی که توی لوکال استوریج هم ذخیره شده باشه، ببینید اونایی که اینجا ذخیره شده باشن دارن اینجا به هم نمایش داده میشن. مثلا اگه من این شاپینگ رو کجا رفت، یه بار دیگه بازش کنیم اینجا رو، مثلا همین شاپینگی که هست، خب اینو بکنم مثلا learn به فرض js، رفرش کنم اینجا به هم learn js رو نشون میده، داره اطلاعات رو از لوکال استوریج میخونه و اینجا به هم نمایش میده. خیلی هم عالی، تا اینجا خیلی هم خوبه. جلسه بعدی میتونیم فانکشنالیتی ها رو دوباره بررسی کنیم، کارهایی که هست مثل همین اد کردن، سرچ کردن و این دیلیت باتن و یه دونه هم کامپلیت شدن. فکر کنم جلسه بعد دیلیت باتن رو انجام بدیم که وقتی روی اینا کلیک میکنیم از اون قسمتی که داشتیم در لوکال استوریج اطلاعات پاک بشن. بعدش حالا انجام شدن اون اکشن ها رو انجام میدیم و بعدش هم همین اکشن های اد کردن و سرچ کردن رو. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. امیدوارم از این آموزش تا اینجا خوشت اومده باشه، که اگر اینطوری بوده ویدیو رو حتما در یوتیوب لایک کنید، کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، بر روی زنگوله هم بزنید که وقتی ویدیو جدیدی قرار دادم براتون یه نوتیفیکیشن بیاد. دونیت یادتون نره، معرفی آموزش هم به دوستانتون یادتون نره.